موضوع اول یعنی کمیته های اول انقلاب که خامنه ای میگه امروز باید بسیج همو عمل کرده داشته باشه، یکی از کاراش دزدیدن و سربنیز کردن آدم ها بود، رهبران جامعه بهایی برای مثال، چند کشیش خوشنام، دزدیدن فرزندان آیت الله طالقانی برای ضربه زدن با آیت الله طالقانی، کشتن آیت الله طالقانی. بذارین یکی دو نکته روشن کنم. پرداختن به قتل سیاسی آیت الله طالقانی، پرداختن به یکی از کارهایی است که کمیته های انقلاب اسلامی مرتکب شدن و کسایی که از همین کمیته ها در اومدن و مسئول سپاه شدن یا شکنجهگر اوین شدن یا وزیر وکیل شدن، همون کمیته هایی که خامنه ای 8 آذر 98 گفت باید دوباره بازسازی بشه. پس دریافتن این که یعنی بی خودی ما بر نگشتیم به اون روز در این گفتگو این برنامه ها، دریافتن این که در اون روزها کمیته ها و مسئولان مربوطه چگونه عمل می کردن درس بسیار مهمی است برای امروز. نکته دوم این که شناختن درست از آیت الله طالقانی، شناختن درست ایشون و خوب و بدش رو فهمیدن، یعنی دیگر دنبال هیچ تفسیر مذهبی برای حکومت کردن نرفتن. یا آیت الله طالقانی که مخالف ولایت فقیه بود و اینها، و به اصطلاح یه سری از جوانای اون دوره یه آخوند دموکرات انقلابی بود، وقتی آدم این آدم رو بشناسه دیگه هیچ وقت دنبال این لباس روحانیت هر گونه تفسیری مترقی ترینش به اصطلاح باشد نمیره برای حکومت کردن. این یکی. بله، دوم این که قتل آیت الله طالقانی در شمار اولین قتل های سیاسی و تصفیه های درونی نظام جمهوری اسلامی است. گفتگو با فرزند ایشون آقای مجتبی طالقانی مطلقا برای دفاع از آیت الله طالقانی یا رد ایشون نبوده و نیست. اگر صحبتی شده و امشب بشود درباره جنبه های شخصیتی آیت الله طالقانی، صرفا به دلیل معرفی یکی از شخصیت های مهم انقلاب 57، هم نکات شخصیتی مثبت و هم نکات منفی. مثلا یکی از چیزهایی که شاید ندونین این است که آیت الله طالقانی دو تا زن داشته. یه مقدار تعجب میکنه آدم که با ویژگی های شخصیتی که او داشته، که به هر حال گرایش به مدنیت داشته، چرا دو تا زن داشته؟ چرا اگه آیت الله طالقانی نمیخواسته با همسر اول و حالا جزئیات خدا آقا مجتبی طالقانی توضیح میدن، اگه نمیخواسته با همسر اول زندگی بکند آیت الله طالقانی، چرا جدا نشده بعدا با خانم دیگری ازدواج بکنه؟ خب این البته اینکه چرا، من چندین بار ازشون سوال کردم و خب مادر ما به هر حال خب خیلی شدید مخالف بود، چون همسر اولم بود و خب این باعث شده بود که حتی درگیری ها و خیلی مشکلاتی بکشه. اون توجیهی نداشت راستش. به من میگفتش که من حتی یه زنم نباید میگیرم. گفت کسی وارد سیاست میشه حتی یه زنم میگیرم. گفت من احمق، خیلی با همین کلمه، من به جای یکی رفتم دو تا گرفتم. این خودش هم به یک معنا چیز و حتی تهدید میکرد، من یادمه تهدید میکرد، چه مادر ما چه اون مادر ما، که اگه اذیت هم کنیم میرم تو سخن، میرم مسجد، دو تا فوش به شما میدم، برم زندان از شر شما راحت شم. یعنی مشکلاتش، حالا این البته به یک معنا خب اون موقع یه نص خیلی بد نمیدیدم، به خصوص تو این محافل مذهبی دو زن داشتن چیز نبود، ولی خب ما همیشه این انتقاد رو به ایشون داشتیم و ایشون هم به یک معنا قبول میکنم، ولی خب دیگه ما 5 تا 10 تا برادر خواهر بودیم، از هر زنی 5 فرزند داشت پدرمون. بعد دیگه خب کاری که شده، البته ما رابطمون بین برادرها خیلی خوبه، همچنان خیلی خوبه، ولی خب بین خواهرها که خب حساسیت بیشتری دارن هر دو طرف، خب خیلی جالب نبود. و علی رغم اینکه چندین بار پدرمون
حتی به من توصیه کرد که شما سعی کنید که همه با هم یه جور روابط حداقلی رو هم داشته باشیم. ولی خب این مشکلات به اضافه این خب با مشکلات سیاسی هم این قاطی شد و بعد باعث شد که خب بین خواهرها به هر حال رابطه خیلی جالبی وجود نداشته باشه. خب برگردیم به موضوع قتل آیت الله طالقانی، مشخصا چه شواهدی هست در این پیوند؟ در مورد قتل همونطور که گفتم یک مسئله این بود که یک مسئله سیاسی بود، حس میکردیم که من همیشه به ایشون هم گوشزد میکردم که باید مواظب خودتون باش، از خودتون حفاظت کنیم. پدرم گفت نه، حتی اون اجازه یک نفر پاسدار همراه هم نمیداد به کسی که بیاد همراهش. من گفت من کسی، من هدف نیستم، من کسی نمیخواد. حتی بعد از زدن متحری من بهش گفتم که آه بالاخره ممکنه. گفت نگران نباش، اونایی که متحری زدن لیست کسایی که میخوام بکشن برای من فرستادن، من توش نیستم مثلا. و ایشون خب اصلا مخالف این سیستم به اصطلاح پاسدار داشتن و بیا و برو ماشین های آنچنانی و فلان نبود. و به اضافه این که خب در جریان مجلس خبرگانم خب ایشو اصلا نمی رفت جلسه خبرگان. من یادمه ما یک جایی جاده کرج وزارت ورزش آقای شاه حسینی در اختیار پدر گذاشته بود که برای پای وقت برای هواخوری، چون پدرم خیلی اهل طبیعت و کوه و رودخونه و جنگل بود، بره اونجا که بتونه بعد از این همه سال ها زندان اینا بتونه استفاده. ما یه مدت این گوسفندای حجاب رو از این دست اینا مونده بود، نمیتونستن اداره کنن، خود حجاب رو از این فرار کرد و گوسفنده این گوسفندا رو داده بودن. این پدر ما گفت 20 تا از این گوسفندا رو هم به ما بدین. هیچکی یعنی میدادن، مجبور شدن به همه گوسفند میدادن که اداره کنن گوسفندا. یه 20 تا از این گوسفندا رو پدرم رو گرفت، گفت ما اداره میکنیم و حتی حالا بعدم بهتون پس میدیم، یعنی دمانه. من بهشون گفتم آقا چرا شما مجلس خبرگان اونجا دارم اونجا تصمیم میگیرم راجع به همه چی؟ خب من ترجیح هم اینکه بیشتر اینجا این گوسفندا رو نگاه کنم تا برم مجلس خبرگان، اون آدم های عجیب و غریب اونجا ببینم. یعنی حتی اون رفتاری هم که تو مجلس خبرگان داشت خب خیلی روشن بود، اولا بی زمین نشست که به نظر من به دو دلیل بود، چون همیشه تکیه میکنم که این صندلی مصیبت بزرگیست. صندلی منظورشون پست و بقام بود، آدم بشته روی صندلی دیگه از انسانیت خودش دور میشه. و یکی هم در اعتراض به اون شکل تشکیل مجلس خبرگان به اون وضعیت، به این دلیل رو زمین میشست و به انهای مختلف به قول معروف نارضایتیشو از وضعیت. این داستان مرگ که پیش اومد، مرگ یا قتل مثلا، من اولا که اون روزی که این مسئله پیش اومده بود، من چون تا اونجایی که میتونستم مسئول حفاظتیشون بود، یعنی ازشون حفاظت تا اونجایی که میتونستم، در مجالس عمومی من شرکت نمیکردم به خاطر خود ایشون، بخاطر اینکه از قبل من ضربه ای بهشون نخورد. خب مجتبی طالقانی حدود 2 سال قبل از انقلاب 57، سال 55 با یه عده دیگه از کادرهای سازمان مجاهدین خلق تغییر ایدئولوژی داده بود و مارکسیست شده بود. اینو گفتم برای اینکه روشن بشه که اگه ایشون میگه نمیخواستم از قبل من ضربه ای به پدرم بخوره، منظور همینه که مارکسیست بودن مجتبی طالقانی رو بعد از انقلاب حکومتی ها دوروری های خمینی، اعضای حزب جمهوری اسلامی، قرضی و امثال هم سپاهی ها و اینا همه علیه آیت الله طالقانی استفاده میکردن که پسرت مارکسیست کمونیست فلان اینا. و این
به قول آقا مجتبی طالقانی علیه آیت الله طالقانی سوء استفاده میکردن از مارکسیست بودن آیت الله، از مارکسیست بودن مجتبی طالقانی. سوء استفاده که میگم همینه. مثلا من یک نامه اون موقع خطاب به پدرمون نوشتم که البته بیشتر نامه سازمانی بود، من طرف تشکیلات. اینا بعد از انقلاب اومدن این نامه رو، همین مجاهدین انقلاب اسلامی، در تیراژ وسیع چاپ کردن که بعد بچه های دفتر و اینا رفتن چاپخونه رو پیدا کردن دست ایناست. و اونجا من فهمدم که اینا از این کانال میخوان از این طریق حتی به پدرم ضرر بزنن. و جالب این که یکی از سوالاشون توی ضمن بازجویی از من این بود که تو که خب این افکار و اعتقادات داری، چطور پدر قبول میکنه که با تو توی خونه زندگی کنه؟ گفتم من که مشکلی ندارم، شما مسئله داری، ایشون خودش مجتهده، بریم ازش بپرسیم. چرا از من بپرسیم؟ من پدرمه، خیلی طبیعی که با هم رابطه پدر فرزندی علی رغم اختلافات نظری سیاسی و از این مسائل خانوادگی داشته باشیم و ادامه بدیم. منظورم که اینها اصلا براشون قابل هضم نبود این داستان، و دنبال هر بهانه ای هم بودن که ضربه بزنن به موقعیت پدر. خب حالا برگردیم به حادثه قتل آیت الله طالقانی. قبل از اصطلاح این حادثه من که خب مواظب بودم و به افرادی، حتی به بعضی از افراد دفترم، کسایی که اطراف بودن، از جمله یکی از فامیلای ما که خب هم صاحبخونه اونجا هم بود متاسفانه، خب من زیاد اعتمادی بهش نداشتم و مشکوک بودم، چون رابطه نزدیکی داشت با امثال هم لاجوردی و قدیریان و معتلفه و اینا، ولی خب جلوی پدر ما یه جوری جلوه میداد مثل اینکه خب با هیچ حزبی جریانی رابطه نداره، اصلا من میدونستم. خب ما چون مادرمون خیلی اظهار ناراحتی میکرد، خسته شده بود، ما مادرمون رو برداشتیم رفتیم مشهد. این در واقع اون روز من نبودم، پاسدار ایشون هم که یک پاسدار ایشون فقط داشت که اونم خودش همینجوری داوطلبانه اومده بود و پدرم هم علی رغم اصرار به هر حال مجبور شد بپذیرش. اونم حتی بد کرده بود، نبود یعنی اونجا. و بعد خب در همون شب تلفن منزل قطع شده بود. یک سرقت عجیب و غریبی از منزلی که ایشون سکونت داشت قبلا صورت گرفته بود، که بعد فهمیدیم اینه دنبال یه سری اسنادی بودن که پدر همراهش بود، بعد هم این اسناد افخود گم شد، منفره بود چی بود. اینها خب به اضافه اینکه بعد از اینکه این پدر مشکل براش پیدا میشه، همین آقایی که صاحبخونه بود به جای اینکه ببره پدر بیمارستان، پیاده میره به سمت مثلا خونه شیبانی، عباس شیبانی، که مثلا اون رو خبر کنه که نه طبابت بلد بود، حتی طبیب بود ولی یه موقعی بیارش رفت تو طبابت کنه. به حال عدم رسیدگی در صورتی که به قول حاج محمد شانهچی که از مسئولین دفتر بود، یه داد اونجا میزدن همسایه ها میگفتن، همه میریختن میبردن پدر، حتی اگه تلفن قطع بود این توجیهش میگه تلفن قطع بوده، ما مجبور شدم برم. در صورتی که اولا ماشینایی که داشتنشون مجهز به بیسیم بود، و بعدم اونجا کافی بود به همسایه ها بگم، و بعدم سه تا چهار تا بیمارستان اطراف اون خیابون ایران بود، و این توجیه خیلی به قول معروف غیر قابل پذیرش برای ما. به اضافه که بعدا این آقا پستای مهمی هم گرفت و شد یکی از معاونین رجایی. آقایی که میگین کی بود؟ آقای ولی الله شهپور که بعد از انقلاب شد شهپور. و خب این به هر حال این آدم از نظر ما، از نظر من با مشخصا و
بعضی از اعضای خانواده. و خب ما این مشکل داشتیم که چون ایشون پدر عروس یکی از برادران اون بود و بقیه اعضای خانواده همچین دیدی نسبت به ایشون نداشته و هنوز هم زنده است و از جمله کسایی هستن که از همون خیابون ایران یه راست به سلطنت آباد منتقل شدن و اونجا یه خونه بزرگی گرفتن مثل خیلی از این بازاریای سابق معترفی چیا. بعدا حتی ما یه شکایتی به آگاهی کردیم، پرونده‌ای باز کردیم تو آگاهی که بالاخره این موارد مشکوک وجود داشته، ولی خب پرونده هم من رفته تو آرشیف دیگه، هیچ جوابی نگرفتیم. چی شد که آیت الله طالقانی اون شب شب درگذشت مریض شد؟ چی شد که اون آقای شهپور میره عباس شیبانی رو میخواد بیاره و اون موارد مشکوک که باعث شد همون 19 شهریور ماه 58 آیت الله طالقانی فوت بکنه دقیقاً چی بود؟ یک مورد مشخص، اولا که ایشون شب قبلش با سفیر شوروی جلسه داشت. آقای شانهچی در اون جلسه شرکت داشت. اگه به مصاحبه های ایشون چند تا مصاحبه در این مورد کرده بودن و توضیح داده بود، اینجا هم با من خیلی با هم خیلی سر این موضوع بحث کردیم. بعد مسئله ای که وجود داشت این بود که طبق گفته این آقای چهپور بعد از رفتن این هیئت شوروی پدر دچار حالت استفراغ میشه و یعنی یک مقدار ظواهر یک سکته قلبی بخورد و این آقا شروع میکنه با یک پومادی ماساژ دادن ماساژ قلب که بعدن پامیشه میره سراغ عباس شیبانی، یعنی هیچ اقدام دیگه ای نمیکنه و در واقع حتی ما درخواست کاربوچی کافی کردیم بعد از این داست، یعنی به عنوان سکته قلبیشون فوت کردن ولی مخالفت شد، گفتن که علما رو نمیشه چیز کرد، کاربوچی کافی کرد خوب نیست، از شرعی درست نیست. از همه مهمتر این چطور میشه تلفن اون منزل قطع بشه؟ تلفن چون اون موقع که مثلا اینترنت و چیز وجود نداشت، قطع تلفن خب خودش خیلی معنی داره و هیچ توضیحی هم داده نشد، چون فقط هم همون خونه تلفنش قطع شد، تمام خونه های دیگه بود نمیتونستم میگن تمام شبکه قطع شد. و خب این پیدا بود که دستای تو کار بوده برای انجام این، ولی از نظر من مهمترین چیز به اضافه اینا و اون دزدی که اون خونه شد و نوع رفتار این شخص، یعنی آقایی که صحبت کردن، اینها به نظر من مهمترین نشانه هاست. ولی خب ما نتونستیم به اضافه اینکه از خانوادگی هم نمیتونستیم یک پارچه عمل کنیم، نتونستیم بریم جزئیات بیشتری رو در از این داستان. ولی خود اینا بعدا اشخاص مختلفشون اینو گفتن که پدر رو کشتن، از جمله هم شیخ جعفر شجونی معروف، این رفته بود یکی از سالگردا گفته بود بله ایشون هم کشتن، البته گفته بود که مجاهدین کشتن، که تو مجاهدین مثلا کشتن، از یکی از سالگردهای پدر گفته بود که ایشون هم کشتن و ایشون اولین شهید قتلای زنجیره‌ای بوده طبق سخنرانی و که البته همین با همین توی اون سالگرد این ولی‌الله چهپور هم تو همون صف اول نماز بوده
میره این آقای شجونی رو از منبر میکشه پایین، یک کتککاری مفصل میگه تو هم عاملش بودی، از همون بالای منبر به چهپور میگه که تو بود این کاری کردی، اون تو عامل مجاهدین بودی. خب این یعنی تو خود اینا هم این بحث بوده، تو خود این، چون خب شجونی که آدم مخالفی نبوده که. برادر آقای مجتبی طالقانی، آقای مهدی طالقانی که در تهران هستند، در گفتگو با روزنامه مستقل یه ویژه‌نامه‌ای درآورد در سالگشت درگذشت و قتل سیاسی آیت الله طالقانی در 19 شهریور 98. در گفتگو با این روزنامه مهدی طالقانی میگن آن شبی که آیت الله طالقانی فوت کرد، نشستی با سفیر روسیه در ایران و سفیر ایران در شوروی داشتند. آن شب یک نفر راننده آقا را مرخص می کنند، ماشین آقا را به پیچ شمران می فرستند، یعنی همان دفتر سابق. خلاصه هیچ وسیله نقلیه آن اطراف نبوده است. پاسدار آقا را مرخص می کنند که به گفته آقای محمد شانچی، هوادار مجاهدین خلق بوده این پاسدار، آقای ترکان، در صورتی که ما به آقای ترکان، یعنی همون پاسدار محافظ، گفته بودیم شما بالای سر آقا میخوابید، آقا هر جا رفت شما با ایشان میروید. آن راننده هم موظف بود همیشه حاضر باشد که هر موقع شب و نصف شب آقا خواست جایی برود، راننده در دسترس باشد. این دو نفر را مرخص کرده بودند. بعد خبرنگار سوال میکنه که کدام مقام این دو نفر را مرخص کرده بود؟ جواب: ظاهرا توسط آقای چهپور مرخص می شوند. آن شب اینها اصلا آنجا نبودند. نزدیک به نیم ساعت بعد از اینکه گفتگوها تمام می شود با سفیر شوروی و مهمان ها می روند، قلب ایشان درد می گیرد. آقای چهپور یک پمادی می آورد و استفاده می کند. سپس تلفن را بر می دارد، زنگ بزند، می بیند تلفن قطع است. از قضا تلفن آن خانه دو خوابه خیابان سمیه هم قطع بوده. این دو خانه ربطی به هم نداشتند. آن یکی در خیابان سمیه بوده، این یکی در خیابان ایران. طبعا این که هر دو خط تلفن با هم قطع می شود برای ما سوال ایجاد می کند. به ما هم اطلاع ندادند، وگرنه می توانستیم ظرف 10 دقیقه امداد رسانی کنیم. آقای چهپور خودش تصمیم می گیرد به نزد دکتر شیبانی برود. از خیابان ایران تا چهارراه عشرت آباد را پیاده می روند، در صورتی که در این فاصله 4 بیمارستان وجود دارد: شفای احیاییان، معیری، طرفه. به هر بیمارستانی می رفتند و می گفتند چون این مشکلی داری، با سر برای کمک رسانی می آمدند. اما ایشان تا عشرت آباد سراغ دکتر شیبانی می رود. دکتر شیبانی هم اتفاقا آنجا نبوده. گذشته از این، دکتر شیبانی در عمرش اصلا کار پزشکی نکرده. وقتی آقای چهپور بر می گردد، از یکی از بیمارستان ها کپسول اکسیژن می گیرد. ولی وقتی به منزل می رسد، آقا دیگر تمام کرده بود. سوال: در این سوال‌ها شما از آقای چهپور در این باره سوالی کردید؟ جواب: از ایشان سوال کردیم، ولی ایشان میگفت من هرچی به فکرم رسیده بود انجام دادم. سوال: در خصوص اینکه چرا عوامل حفاظت رو مرخص کردن، پاسخ آقای چهپور چه بود؟ جواب: هیچ. گفت خودشان رفتن، در حالی که خودشان اصلا اجازه نداشتن بروند. سوال: این نخستین ملاقات سفیر شوروی با آیت الله طالقانی بود؟ جواب: بله، قبلا ملاقاتی نداشتن. یک سوال در پیوند با تنها دیدار شوروی ها با آیت الله طالقانی چند ساعت قبل از مرگ، خب مهمه، آیا می شود این دیدار و اصولا شوروی ها رو از عوامل این قتل دونست، حالا در همکاری با چهپور یا کسان دیگه؟ من فکر نمی کنم. البته یک، بعضی ها میگن که اون یکی از کسایی که تو اون هیئت شوروی بوده بعدا فرار میکنه، جاسوس دو جانبه بوده، و احتمال اینکه او دخیل بوده تو این کار هست. ولی کلن از نظر سیاسی من فکر نمی کنم شوروی منافع زیادی داشته آدمی مثل پدر ما رو مثلا اون موقع حذف کنه. نسبه که خب پدر ما مثلا
رابطه خوبی حتی با حزب توده داشت، یعنی حزب توده با چون از زندان با هم بودن و خیلی بعید به نظر من از این منافع. ولی این که حالا یک جاسوس دو جانبه ممکنه این کاری کرده باشه، این البته بعضی ها الان صحبتشو میکنن که احتمال اینکه اون هم دست داشته بوده، ولی من فکر نمیکنم. حتی اون جلسه در واقع سفیر شوروی بعد از اون سخنرانی پدر بود نماز جمعه که گفته بود که شوروی ها هم یک کارهایی دارن میکنن، یه همچی چیزی گفته بود و اینا اومده بودن که توضیح بدن که ما خلاصه دست نداریم توی مثلا مسائل کردستان یا ترکمن صحرا، بیشتر از سیاسی. ولی اون چی که به نظر من مهمتره، از همه مهمتر از شما به تاریخ، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، به تاریخ برخوردی که جمهوری اسلامی و ولی فقیه هر دوره با مخالفینش کرد نگاه کنید، با آقای منتظری لاهوتی، حتی احمد خمینی، حتی آخرام که رفسنجانی، این با خودی هایی که حتی ولی نعمت بودن اینجور برخورد کردن. وای به کسی مثل پدر ما که بعدم پروسه های بعدی که شما وقتی از سیاسی نگاه میکنید میبینید که بعد از فوت پدر مثل صدی برداشته شد در مقابل یورش ولایت فقیه در قبضه تمام قدرت و مسائلی که بعد پیش اومد، چون اون موقع هنوز ولایت فقیه حتی تو مجلس خبرگان مطرح میشد جا نیفتاده بود، مسئله گرفتن سفارت آمریکا، اشغال سفارت آمریکا و کش دادنش به اون شکل، جنگ ایران رو، تمام مسائل بحرانایی که از اون سال تا حالا پیدا شد که در واقع به نظر من وسائلی بود برای تثبیت ولایت فقیه که دائم خودشو در حال تزلزل میدید، و پروسی حذف مخالفین. و خب پدر ما به عنوان صدی در این راه به نظر من باید برداشته میشد از سر این. ببینید، یکی از مفاهیم مهمی که قبل از انقلاب آیت الله طالقانی مطرح کرد، در واقع در تفسیر قرآن مطرح کرد و در دوره انقلاب هم پایه توجیه خمینی و بقیه شد، طرح کلمه مستضعفین به عنوان فرودستان جامعه، اینو آیت الله طالقانی و دیگرانی مطرح میکردن. در واقع پایه توده‌ای فاشیسم مذهبی در بعد از انقلاب، به هر حال اون مفهوم رو الان خامنه‌ای برعکسش کرده، میگه، اشاره کردم در مقدمه، میگه ما حاکمان مستضعفانیم. بذاریم بشنویم صحبت‌های خامنه‌ای اون موقع و الان. باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعفینند. اون زنیست که مهریش 3000 تومانه و میاد مهریش رو میده. قشرهای مستضعف و پابرهنه این جامعه هم که گرانی رو تحمل میکنن، کمبود رو تحمل میکنن، تاریکی شب رو تحمل میکنن، در اجتماعات اسلامی شرکت میکنن، خون خودشون را در راه خدا میدهن و باز فریاد خدا و الله اکبر میزنن. مستضعفین رو بد معنا میکنن، مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و
و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند، این مستضعفه، بسیج مستضعفین. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه، بالقوه خلیفت الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریته.